brave they are, throwing rocks and bricks this way. Why, you ask, these freedom fighters die each day, their heads held high, their heads held high. Tyrants and dictators, they come from every nation. Their evil never questions, their evil comes to lie. Like Joan of Arc died, they murdered young, beautiful Neda. The world should know how this freedom fighter died. Freedom is the one thing we have to die for. Freedom fighters doing what they can. No man of faith can be so strong. A voice inside will carry on. It's a privilege that we fight and die for. Freedom we don't take for granted no more. Why did she have to go this way? In every nation there must be freedom to fight this evil with its ugly head held high. The woman the world should know her name. Was Saddam Hussein, King Jong-il, Milosevic, and of course the devil, each of whom had their own scheme. بله، نداز آیز، چشمان ندا، اثری از خانم سوسن دهیم که امروز در شهر لس آنجلس میهمان ما هستن. خانم دهیم، ظرف همین مدت کوتاه خیلی موزیک ویدیو مورد توجه قرار گرفته. نظر شما چیه؟ چرا انقدر مورد توجه هست؟ فکر کنم فرست اول شعر خوبیه، آهنگ خوبیه، و بعدش هم این که اینقدر در سطح بین المللی اینقدر الان مسئله ایران و آزادی زنان در ایران و مسائل زنان اینقدر مطرحه که
هر گروهی که من باشون قبلا کار کردم و این ویدیو رو براشون فرستادم یه حالت به عنوان یه سمبول یک حقیقتی که باید باش کار کرد، ممکنه که راجع به ایران به خصوص، ولی میتونه یه چیز دنیایی باشه این آهنگ و قدرتش هم به همونه که ما راجع به یه چیز خیلی مسئله که واقعا همه دنیا رو تکون داد، مسئله ندا که ندا شده یک طوری بدونی که خودش اصلا مسئلهش آزادی زنان بوده باشه، مسئلهش آزادی خواهی بوده، ولی یک طوری سمبول شده که تمام مردم دنیا بهش از لحاظ احساسی، از لحاظ سیاسی یه سمبول خیلی مهمی شده ندا. و فکر میکنم این ویدیو خیلی مردم رو لمس میکنه از لحاظ این که بازم هست، فقط راجع به ایران نیست ولی به طور کلی راجع به نداست و زندگیش که از دست داد. و این من دوست داشتم فرصت بیشتری داشتیم میتونستیم راجع به همه موضوع بیشتر صحبت کنیم. خب این رو به برنامه های دیگری موکول میکنیم. اگه موافق باشید به کنسرتی که همین شنبه در لس آنجلس دارید بپردازیم. چرا 11 سپتامبر رو انتخاب کردید؟ آیا این تاریخ به خصوص معنایی برای شما داره که برنامه‌تون رو در لس آنجلس تو همین روز می‌ذارین؟ نه خیر، این یه تصادف بود که تمام اعضای گروه من اون روز آزاد بودن و من چون خودم در نیویورک بودم سپتامبر 11 وقتی که اون حوادث اتفاق افتاد، خیلی هم حدود 10 دقیقه تا ورلد ترید سنتر من استودیوم اونجا بود تا صبح هم بیدار مونده بودم که یه کار همکاری داشتیم با شیرین نشاط که راجب منطق و تیر عطار بود به نام لاجیک آف دی بردز و فکر کردم که هیچ دیت بعدی نیست برای هنرمند ایرانی تو لس آنجلس یه کار زیبایی آفریدن در موقعی که همه دارن راجب اون زشتی اون روز صحبت میکنن. فکر کردم که جالب میشه که اتفاقا ما به زیبایی گرایی بپردازیم در اون روز انشالله. و اینکه به هر حال بندم اون روز حاضر بودن همه و این اتفاقی بود. بسیارم ولی it's wonderful to perform. زیبایی آفریدن هر روزی به هر حال لذت بخش. خانم دهیم در هر جایی که باشه.